رادیو همراه بفرمایید. آقای دکتر، اول از همه بگم که من خیلی خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم. باورتون نمیشه، واقعا آرزوم بود و خیلی هم میترسیدم که باهاتون تماس بگیرم، ولی بالاخره جرأت کردم و بهتون زنگ زدم. در حال لطف کردید، خوشحالم من هم که صداتون رو میشنوم، در خدمتتونم. بفرمایید. مرسی، خیلی ممنونم. آقای دکتر، من 29 سالمه، از امریکا تماس میگیرم. سوالی که داشتم، یعنی مشکلی که دارم در رابطه با خودم و احساس ناخوشایندی که در مورد خودم دارم، نمیدونم حالا چجوری نه خب ادامه بذارید، بدم. من چند تا سوال دارم. اولا فرزند چندمید؟ من فرزند دوم هستم از 3 تا فرزند، با فاصله 4 سال. 4 سال. اونا پسرن یا دخترن؟ اونا هم دخترن. خب اولا شما توی خونه که 3 تا دختره میدونید، در یه جامعه مانند ایران یه ذهنیت کمی منفی که بسیار غلط، بد، اصلا باور نکردنی است، ولی متاسفانه هست. دوم به من بفرمایید که چی خوندید، چه میکنید؟ آقای دکتر، من پزشکی خوندم ایران، ولی خب فعلا هنوز تو آمریکا امتحانامو دادم و فعلا هنوز شروع نکردم برای پرکتیکا. چه مدتی است امریکا هستی؟ حدودا 1.5 سال، نزدیک 2 سال. و توی این مدت تونستید امتحانا رو بگذرونید؟ بله. بسیار عالی. حالا به من بفرمایید از چه چیزی مربوط به خودتون خوشتونه. بذارم به شما یه چیزی بگم. ببینید عزیز، موضوع شما بر اساس تعریف حرمت نفس، سلف استیم. سلف استیم هم دو تا پایه داره. پایه اولش اینه که من خوبم، خوب، و دوم اینکه خواستنی و دوست داشتنیم. یعنی این دوتا هست، خوب بودن من سبب میشه که فکر کنم دیگرانم خوبن و نتیجه ارتباط و گفتگوی ما هم با همه خوبه، و خواستنی و دوست داشتنی هم هستم، نه اینکه همه منو بخوان. ما در دنیا هستیم که یه نفر اگر ما رو بخواد 5 تا دوست نزدیک و صمیمی داشته باشیم، پس 8 میلیارد جمعیت دنیا برای ما کفایت. دو تا چیزم نباید داشته باشم. یکی این که از آنچه که هستم و دارم خجالت نکشم. هر چی هستم، هوش منه، عقل منه، سن منه، وزن منه، هر چی. و آنچه که دارم، مادر منه، ماشین منه، خونه منه، فرزند منه، خجالت نکشم. و بعد از اون احساس بد رو در ارتباط با دیگران، یعنی سوشال فوبیا یا هراس اجتماعی نداشته باشم که دیگران بدند و منتظرن که از من عیب و ایرادی بگیرند و منو بکوبند و داغون کنند. این مفهوم حرمت نفس. شما حرفی که من زدید به یه قسمتش اشاره داشتی، و اون اینی که من از آنچه که هستم، این گونه من فهمیدم بتونه، اگر نه منو تصدیق کنید، و هستم خوشحال نیستم. از چی شما خودتون نیستید؟ آقای دکتر، اول اینو بگم که این خب 4 تا موردی که گفتید، من تقریبا توی هر 4 تاش مشکل دارم. هم احساس میکنم خوب نیستم، هم احساس میکنم کافی نیستم، و احساس میکنم که خب سوشیال فوبیا، یعنی همیشه خجالتی بودم از بچگی، هنوزم هستم، و کلن یه حسی دارم که احساس میکنم مثل اون فیلم مرد 1000 چهره، نمیدونم دیدید یا نه، که افتاده بود توی مسیر اشتباهی. همش احساس میکنم که من لایق این که مثلا پزشک باشم، لایق این که توی این مسیر باشم، لایق این که بتونم چیزایی که یعنی تو مسیرم قرار میگیره از پسش بر بیام. احساس میکنم همش از سر شانس و مثلا، حالا یعنی واقعیت باور ندارم به خودم. نه متوجهم چی میگید عزیز. نه ببینید، بحث حرمت نفس به دو گونه هست که من تو این سیدی که 12 ساعته آوردم. یکی اینکه من حرمت نفسم مثلا موضعی و موردیه. من مثلا نسبت به هوشم یا قدم یا خانوادم یا درآمدم یا خونم احساس بدی دارم و خجالت میکشم. یه زمانی هست که نه، در موارد نسبتا مهم، 5 تا 10 تای مهم، تو همه اینا من مشکل دارم. و شما از نوع دومید، یعنی اون چیزی که به عنوان حرمت نفس فراگیره، به نوعی جنبه کلی و عمومی پیدا که این جنرالایز شده. حالا پاسخ اینه که من تو سیدی هم بردم 4 تا موضوع در مقابل شما. موضوع اول، باورها و اعتقادات مربوط به خوب و بد بودن، درست و غلط بودن، گناهکار و بیگناه بودن، در سطح کلی یعنی جهانبینی و فلسفه شما اونجا گیر دارید.
یعنی اونجا درست مثل بسیاری از دوستانی که در اروپا و امریکا زندگی میکنن یه باوری دارن که یه مردک ابلهی به اسم حضرت آدم که معلومه خیلی آدم هم نبوده با حوا گناه کردن، حالا به خاطر گناه اونا که حالا یه چیزی خوردن، سیب خوردن یا گندم خوردن، ما بشر همه گناهکار. آخه یعنی یه استدلالی آدم همینجوری مات میمونه که چطور میتونه یه همچین ایده ای در جهان پیاده بشه. بعدم تازه راه حلش اصلا اون یه چیز عجیب و غریب تر. خب اولین نکته که وجود داره این است که شما باید باورها و اعتقادات عمومیتون رو پرس کنید. باور و اعتقادات عمومی شما چی میتونه باشه؟ یکی دختر بوده میتونه. برای که متاسفانه مخصوصا چرا عرض کردم، باعث تاسفه، بسیار باعث تاسفه که در یه خانواده وقتی مثلا سه تا دخترن یه باری داره، حالا نمیدونم بد، منفی، ناجور، هر چی بخواد اسمشو بگذاری. بعد شما تازه بچه وسطی هستید که ساندویچ شدید توسط دو تا دختر دیگه. بنابراین شما حتما نگاهتون راجع به زن بودنتون یه موضوع عمومی است، یعنی یه موضوعی که ای بسا نیمی از مردم جهان دارن. تازه مطالعات امریکا اون زمانی که من درس میخوندم این بود که 93% زنان امریکایی ترجیح میدن بچه اولشون پسر باشه. زنان، حالا مردای پس. بنابراین شما یه مقداری کلیات شو میگم، در مرحله اول شما یه مقدار باورهای غلط دارید. باور غلط دیگر شما اینه که من خوب نیستم. هستی عزیز دل، من خوبم، منی که اینجا در خدمتتونم خوب خوبم، برای که من از 100 تا کاری که کردم 95 تاش خوب بوده، من از 100 تا تصمیم گرفتم 90 تاش درست بوده، من 10 تا کار احمقانه کردم ولی من احمق نیستم، من عاقلم، برای که 90 تا کار خوب کردم. من 100 تا کار خوب کردم 10 تا کار بد کردم، من آدم بدی نیستم، من آدم خوبیم، برای که اون 100 تا کار من حساب میاد. شما هنوز اون ذهنیت معلمین مدرسه رو دارید که 400 تا لغت شما می نوشتین 4 تاش غلط دون میگفتن، 4 تا غلط نمی گفتن تو این 400 تا 396 تا درست. یه ذهنیت، من معلوم خوبم، من اصلا در مقابل هیچ کسی حاضر نیستم قبول کنم که خوب نیستم، به همین جهت که راحتم، من خوبم، تو خوبی، بقیه که شنوندگان خوب و عزیز ما هستن خوبن. بنابراین من چه پروایی دارم از این که حرفمو بزنم، از چی خجالت بکشم؟ خجالت برای چی؟ من خوبم، شما خوبید، خجالت بکشم؟ من یه چیز خوبی به شما ارائه دادم، شما آدم خوبی هستید که قدردان و قدرشناسی تو پاسخ میدید، من خجالت بکشم؟ شما یه باوری داری درباره این که من خوب نیستم. این تحفه از کجا میاد؟ در 3 سالگی اونجا همه ما فیکس شدیم. 95% بچه های امریکا تازه با این سیستمی که اینا دارن در 3 سالگی میگن من خوب نیستم، برای که فکر متوجه میشن نادانن، ناتوانن، نیازمندن، اصلا یاد نمیگیرن، اشتباه کارن و فکرهای بد خطرناک میکنن. حالا تولد تا 3 ماه تنها کاری که پدر مادران میتونستن بکنن و باید بکنن این است که این بار سنگینی که تو خوب نیستی رو کم کنن، ولی نمیشه از جلوش گرفت. یعنی به نظر من هیچ بچه‌ای نیست که در 3 سالگی به اینجا نرسه که من بدم. همه بچه‌ها به این نتیجه میرسن من بدم، فقط یه گروه چند درصدی به این نتیجه میرسن که من خوبم، و اونا کسانی هستن که یا پدر مادر نادان دارن، یا پدر مادر بیمار دارن، یا پدر مادر معتاد دارن، یا پدر مادری دارن که بچه ها رو تا پای مرگ میکتک میزنن که بچه به این نتیجه میرسه که من خوبم. و اینا جانیا و جنایتکاره هستن که تو جامعه وجود دارن، حتی به عنوان انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت ضد اجتماعی یا سایکوپد و سوسیوپد میشناسی. پس بنابراین موضوعی که اینجا هست ما همه اونجاییم. من همیشه عرض کردم بین 3 تا 18 سالگی اگر پدر و مادر که 15 ساله روزی 50 بار به بچه به جا به موقع بگن تو خوبی، حتی وقتی کار بدی میکنه، تو پسر خوبی هستی اشتباه کردی، تو دختر خوبی هستی کاری کردی خوب نبود، ولی همچنان تو پسر و دختر خوبی هستی، اگر 15 سال روزی 50 بار این پیام رو به من و شما یا به هر بچه بدن که تو خوبی، امید اینه که 18 سالگی بگی من خوبم. بنابراین اصلا تعجب نمی کنم 70% امریکایی ها ته وجودشون نوشته شده من بدم، امریکایی با این همه ادعا. پس مشکلی که وجود داره مسئله انسان و رشد انسانیه. شما معلومه توی خانواده بزرگ شدید که ابدا پدر و مادر شما اولا آگاه نبودن، تازه آگاه بودن به جایی نمی رسیدن، همچنان موندید و بعدم جبران نشدید. نتیجتا شما به این نسلی من بدم، من برای چی بدم؟ من 1000 تا کار عاقلانه کردم، 10 تا کار احمقانه کردم، من چرا احمقم؟ چرا اون 1000 تا به حساب نمیاد؟ من 1000 تا کار خوب کردم، 20 تا کار بد کردم، چرا من بدم؟ به خاطر اون 20 تا. این از کجا درآمد؟
خب اول این است که شما خوبی، دوم خواستنی و دوست داشتنی. گفتم فقط یه نفر کافی شما رو بخواد که حتما خواهد خواست، صد نفرم بخواد، پس دیگه تموم شد این بحث. دوم خجالت میکشید از اونچه که هستید. خب این منم، این قد من، این سن من، این وزن منه، این هوش من، این عقل من، این دانش من، این علم من، همه یکی هممون هم ناقصیم، با کار و کوشش هم به اینجا رسیدیم. تازه شما رفتید پزشکی هم خوند، یکی از سختترین، شاید سختترین رشته. بعد اونم تازه به عنوان یه دختر خانم، اونم در جایگاه و وضعیتی که داشتید، تازه اومدید امریکا، امتحاناتون هم گذروندید، برای که معلومه کارتون درسته. یعنی ای بس از 100 نفر آدم روی دنیا، شما از 95 نفر سواد و تواناییاتون با توجه به سنتون و ارزش و فایدهتون برای جامعه، از 95 درصد مردم دنیا بیشتره، از 8 میلیارد یا فرض کنید 4 میلیارد بزرگ سن. خب آخه اینا شما غیر منصفانه است عزیز، شما یه نگاهی راجع به خودتون دارید بیرحمانه است که من بدم، من خوب نیستم، من لیاقت اینو ندارم. اگرم من رفتم دانشکده پزشکی شانسی بود، اگرم قبول شدم یه تیکر خونده بودم سوال از اونجا اومد شانسی بود، حالا هم که اومدم تشخیص درست دادم راجع به بیمار اینم. خب شما که اومدید برای لگد مال کردن همه، و کی اونجا تو مغز شماست؟ بین 8 ماهگی تا 8 سالگی شما همه آدمایی که به شما بکن و نکن و باید و نباید گفتن، که بیش از همه مادرتون و بقیه، اونا اینو تو وجود شما کاشتن. این ندای درونی شما غریبه است، دروغ، فریب، دشمنه، باید همیشه بهش گفت خفه شو. روزی که برمیگرده به من میگه تو خوب نیستی، من بهش میگم خفه شو. روزی که من گفت ببین خوابیدی تنبل بیارزه، میگم تو برو بمیر. روزی که جلوی این حرفای درونیتون ایستادید عزیز، شما اولا فکر به این حرفای درونی درون خودتونه، ابدا اینا خارجی هن، اینا فریبن، اینا دروغ هن، اینا به یه تعبیر گرگ وجود ما هن که ما و بقیه رو پاره پوره میکنن و سگ هار درون ما هستن. و به همین جاست که من تو 12 ساعت کوشش کردم که بگم این اصول رو باید رعایت کرد. برای من شما اولش باورای عجیب دارید، دومش به این نتیجه رسید که من بدم. بعد تجربیات کودکی شما فقط کافی است. درست بسید که من شما یه آلبوم عکس داریم که 20 تا 10 تا 50 تا خاطر خوب نشون میده، شما کافی بوده که یه دفعه تو مدرسه یه اشتباه فاحشی بکنید و 4 تا بچه هم بهتون خندیده باشن. اونجا تصمیم میگیرید من هیچم، من بیارزشم، من باعث نصب کنین، باعث مسخره مردمم. بنابراین عزیز دل، اصلا شما یه چیزی بگید که یه کسی باید شما رو بذاره زیر بمباران این افکار و باورها و احساسات بد غلط منفی. چیه؟ شما به هر آدمی که نگاه میکنین که دزد، دروغگوه، بیشرف، پسته، این درسته؟ خیلی منصفانه است که بعد راجع به خودتون همچین نظر و قضاوتی دارید. بنابراین با اینها باید جنگید. بنابراین بذارید 4 تا رو بگم، بعد پیام‌ها رو میشنویم، برمیگردیم صحبت می‌کنیم. 1، باورها و اعتقادات غلط ماست. 2، حوادث و اتفاقات کودکی ماست. 3، برای حل این مسئله باید خودمون رو بشناسیم، به چرایی رفتار و احساسمون پی بریم. 4، وقتی خودمون رو بشناسیم، خودمون رو دوست داریم و مواظب و مراقب خودمون خواهیم بود، به تعریفی که میدونیم دوست داشتن یعنی چی. آقای دکتر، یه در ادامه حرفایی که شما زدید، من یه جنگی همیشه توی مغزمه، یه جنگی بین یه فرد سرزنشگر و یه فردی که حالا گاهن حمایت کرده، ولی معمولا اون سرزنشگره خب برنده است تو ذهنم و دائما انگار که دنبال دلیلی هم برای این که به خودم ثابت کنم که اونی که داره سرزنش میکنه اون درسته. یعنی همش دنبال یه خب برای که زور مادرتون، زور پدرتون از شما بیشتره، برای که زور پدر و مادر رو نمیدونم عمه و خاله و دایی یا خواهر بزرگتر در 4 سالگی و 6 سالگی از شما بیشتره، شما هنوز بچه موندی عزیز من. آخه واقعیت نداره. من چطور میتونم قبول کنم که من آمدم در دنیای امروز، شما یک کمی جواب منو بدید، آمدم در دنیای امروز به این نشستم که در سن 29 سالگی سواد من، دانشگاهی که رفتم، درسی که خوندم، پزشکی که خوندم، امتحانایی که گذروندم، در مقام مقایسه من خدمتتون عرض کنم از 95 درصد مردم جهان بالاتره.
شما هنوز چجوری اجازه میدید که کسی بیاد بگه تو کسی نیستی؟ چی باقی میمونه؟ خب آقای دکتر میدونید من احساس میکنم علتش اینه که من خب وقتی بچه نه بودم نه این نه 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 حالت سب کنید، باوره. سب کنید، من میرسم به اون. لطفا میخوام توجه، علیت رو با واقعیت اشتباه نکنید. اینکه چراییش رو میرسیم، میخواید الان بگید میشنوم تو، ولی میخوام همینجا قطعتون کنم. واقعیت اینه که دروغ حرف شما، کسی که بهش عزیزم، مثل اینکه یه کسی بیاد بگه خانم عزیز شما که اصلا فارسی بلد نیستید، حتی نمیتونید الف بی بنویسید، شما که اصلا هیچ سوادی درباره بدن ندارید، اصلا نمیدونید چشم کجاست، گوش چیه، شما قبول میکنید این حرف ازش که میگید این روحیه یه سرزنش کننده رو من بهش اجازه میدم که بیشتر برنده بشه؟ چرا؟ خب برای که شما یه چیزی رو برای خودتون درست کردید که اصلا مطلقا معنی نداره. حالا برگردید برید ببینیم سراغ چرایی، چون معلومه چرایی از کجاست. شما رو یه روزی که 2 سالتون بوده، 4 سالتون بوده، 8 سالتون بوده، بعدا هم ادامه پیدا کرده کوبیدن توی جامعه مانند ما، اصلا برخی از اوقات بچه ها رو میکوبن برای که پررو نشن، باورشون نشه، خرورشون نداره، نمیدونم طلبکار نشن، همش غلط و دروغ عزیز. گفتم معلم مدرسه ای که وقتی من 300 تا کلمه نوشتم 4 تاش غلطه نمیگه 296 تا درست. معلم نیست، دشمنه. و شما حرفتون این است که من در درونم اینو به من میگه. من فکر میکنم قسمت قبلی در حد یه برنامه رادیویی تون شدم، برای اینکه اصلا باور نمی کنم که ما اجازه بدیم این حرفا به ذهنمون بیاد. شما فکر کنید اگر الان به من حمله کنید سر سوادم یا فهمم یا شعورم، اصلا ککم هم میگزه؟ اصلا برای من معنی داره؟ من چرا نباید مدعی به این بشم که من کیم، چیم، کجا ایستادم که بخوام ببینم شما به من چی میگی؟ تازه از درونی که من بگه تو اینجوری اونجوری، معلومه که اصلا برو دنبال کارت. من تو زندگیم مطالعاتم نشون میده در 98% موارد مردم 98%شون نه تنها کوشش میکنن کار خوب بکنن، کار بهتر یا بهترینشون رو بکنن. کی میتونه به انسان بگه تو بدی؟ اما چی کار کنیم با کسانی که خواستن سوار ما بشن؟ گفتن تو گناهکاری، تو کثیفی، تو نجسی، تو بدی، تو پستی، تو نادانی، تو همین جوری برچسب بار زدن روی ما و ما هم پذیرفتیم. برای اینکه آمادگیش داریم، من خدمتت گفتم عزیز، من و شما به اینجا میرسیم در کودکی که من نمیدونم، میدونم نمیدونم، من نمیتونم، میدونم نمیتونم. من بچه ها تا 700 تا احتیاج در یه روز دارن، اینقدر من محتاج و بدبختم و ضعیفم. زمنانم یاد نمیگیرم، 10 دفعه پدر مادر من یه چیزی من گفتن باز بار 11 اشتباه میکنم، خب خیلی نفهمم، بعدم فکر بدم میکنم، خواهرمو بکشم، خونه رو آتیش بزنم، یه ظرفم بزنم زمین بشه، خب دیگه چی میمونه؟ پس من معلومه موجود بدیم. این گرفتاری انسان، این گرفتاری این طبیعت لعنتی است که کودک انسانی رو اینجوری بار میاره که بهترین پدر و مادرای دنیا تمام کوشش رو بکنن، بچه ها به 3 سالگی که میرسن به این نتیجه میرسن که من خوب نیستم، من بدم، فقط درجاتش فرق میکنه. باز به همین جهت است که من گفتم تمام پدر و مادرها حتما روزی یک بار باید به بچه ها بگن نمیدونم، نمیفهمم، سرم نمیشه، اشتباه کرد، و حتما باید هفته یه دفعه از بچه ها معذرت بخوان. چرا؟ برای که بگن پسرم، دخترم، منم مثل تو هم نادانم، کمدانم، اشتباه میکنم، کار بد و غلط میکنم، تا بچه فکر نکنه یه فاصله زیادی داره بین خودش و پدر مادرش. پدر مادر منم مثل منم نمیدونن، نمیفهمن، بلد نیستن، اشتباه میکنن، معذرت میخوان. میدونی چقدر من آروم میکنه؟ تا اینکه فکر کنم پدر و مادر من خدان، همه دان و همه توانن. حالا در جامعه مانند ایران تمام کوشش پدر و مادرها این است که اینقدر برای خودشون قدرت و اهمیتی قائل بشن که ما اون بالای بالا تشریف داریم و شما چقدر بدبخت و بیچاره. این تفاوتی که سبب شده ما 2 گونه لغت در زبان فارسی داشته باشیم، من عبدم، عبیدم، حقیرم، صغیرم، ناچیزم، بی ارزشم، چاکرم، مخلصم، نوکرم، بندم، خارم، حقیرم، سر درگاه سگ درگاه دستم، همینجوری برو که رفتی از اون حضرت اجل اشرف اکرم مکرم منور معظم ابابا. هیچ کس نه اون بالایی نه این پایینی،
هیچ کس. خب این تو جامعه جا افتاده، من شما داریم بارشو میکشیم. به همین جهت است که من حتی یکی از برنامه سازا که قصد دارم بهش تلفن کنم، حرفش این است که مثلا برمیگه میگه هنرمند عزیز نمیدونم مهربان نمیدونم خوش اخلاق. میخوام بهش بگم مرد حساب یه دونه صفت بگو ول کن، همینجوری که صفت پشت هم قطار نمی کنن. مثل اون خانی بود که نوکرش فرستاد به کاروان سرایی، گفت که برو بگو اتاق حاضر کنن، خان داره میاد. اینم آمد گفت که الان خان بزرگ حضرت عجل اشرف اکرم نمیدونم منور مکرم معنبر همه دارن میان اتاق میخوان. کاروان سرای گفت ببخشید ما فقط یه اتاق داریم برای 20 نفر که اتاق نداریم، بگر 20 آدم مختلفن. و خب شما وقتی همچی ایده ای دارید درباره دیگران و درباره خودتون هیچ. و اینا تو کودکی جا افتاده عزیز، تو کودکی در هر ثانیه هزار سیگنال به مغز شما خورده بد 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 نفهم 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 نفهم. خب معلومه تو وجود من نشسته. حالا که بزرگ شدیم چی عزیز؟ باز همچنان بچه بمونیم؟ معلومه همه اینا رو به هم باز زد. ارسطو میگه، میگه زندگی که یک بار زیر سوال نرفته اصلا ارزش زیستن نداره. من برای چی باید قبول کنم من بدم؟ مطلقا زیر بار این پت و پلا نمیرم. خشم من و شما نسبت به حضرت آدم و حوا میبینی، نه با اونا، بلکه اصلا همچی چیزی وجود نداشته. خیلی باید خدا کمدان باشه که همچی دنیایی رو درست کرده باشه. ولی باور رو نگاه کنید که ما اصلا گناهکار به این دنیا میاد. ای بابا نطفه انسانی نجسه. ای بابا همینی که از توش پیغمبر در میاد، زن وقتی به پریودش میرسه نجس میشه، این میگفتن کثیف یا خون در راه افتاده یه چیزی هر جای بدن زن و مرد باشه است نجس میشه. آخه این چی میمونه از انسان؟ یه موجودی ناقص و خودخواه و بیمار و نجس و گناهکار و کثیف و فاسد و همینجوری تا دلتون بخواد این صفات رو ما گذاشتن. حالا لعنتی ها خودشون که از این بدترن و بعدم اینو گذاشتن برای اینکه من و شما بگیم پس من الاغم دلا میشم لطفا سوارم شد. راه کنید عزیز، هر زمانی که این حرف اومد من توی سیدیم آوردم، هر زمانی که این حرف اومد همینم که هستم خفه شو برو دنبال کارت. تازه کاری هم که کردم زیادی هم هست، 2 ساعت درس خوندم، 10 ساعت رفتم تفریح کردم، بسیار کار خوبی کردم، همون 2 ساعت هم زیادی خوردم، خفه شو. روزی که 100 دفعه جلوی این ندای درونی سه، چون گفتم این بیوجدانترین پستترین موجودی است که در جهان وجود داره که تو مغز من و شما نشسته. گفتم قصهش هم میدونیم، از 8 ماهگی که بچه از اونجا یه آبرویی به حساب خودش پیدا کرد تا 8 سالگی این سگه این گرگه روش پیدا کرده به اینجا رسیده، حالا زندگی ما رو دائما داره به نوعی اداره میکنه. علتی هم که وجود داره برای که فانکشن و کارکردهایی داره، از یه جهتی به جون دشمنای ما میفته، اونا رو هم تیکه پاره میکنه. بنابراین ما یه سگ هاری رو گرفتیم که دشمنو میکشه ولی ما رو هم بالاخره روزی طرف تیکه پاره میکنه و اینو محکم نگهش داشتیم. و فکرم میکنیم اینه، من شما فرض کنید از ایران اومدید خسته اید حوصله ندارید میگیرید تو خونه میخوابید، بعد یه دفعه مثلا آفتابش یه دفعه صدا میاد، تو اومدی امریکا درس بخونی یه کسی بشی یا اومدی اینجا تنبلی کنی بخوابی، خب میمیری بعدا تو قبر هر چی دلت میخواد با خجالت بکش، پدر مادر تو منتظرن، بقیه انتظار دارن که تو اینجا یه کسی بشی، اومدی کله مرگ تو گذاشتی خوابیدی. خب این حرفا رو میزنیم برای وای ما چه آدم خوبی هستیم حساب خودمونو میرسیم. نه فقط از همینجاست که آدم ها بد میشن و از همینجاست که به دیگران هم بدی میکنن. من زیر بار ابدا کسی نمیرم که بخواد منو یا یک کس دیگر رو به عنوان آدم خوب و بد بگه. بله من کار بد و غلط و اشتباه هر روز میکنم، همین است که کردم. تازه خود خدا هم که آمد خلقت رو انجام داد، بعد از اینکه حابیل و قابیل هم دیگر رو کشتن، در تورات آمده به زیبایی و ظرافت فوق العاده، و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گشت. یعنی خدا هم فهمید تو خلقتش خراب کرده، محزون شد و پشیمان شد. حالا من شما گرفتیم نشستیم محزون و پشیمان میشیم از اینکه درس نخوندیم یا ورزش نکردیم. اون نکردیم که نکردیم.
چون این کمکمون هم نمیکنه، چون با گفتن این حرفا که وای بر تو که نکردی بازم این کار انجام نمیدیم. آدم روزی که باور داره که بده، کار بد رو راحتتر انجام میده و کار خوب رو کمتر. آدم روزی که باورش اینه که خوبه، هم کار خوب رو بیشتر میکنه هم کار بد رو کمتر. اصلا عقل و استدلال علمی اینو میگه. به معنی شما به یه بچه 100 دفعه بگید تو خوبی خوبی خوبی، خوب میشه و بهتر میشه. 100 دفعه بهش بگید تو بده بده بدی هستی، همه چیز رو راه میکنه. اصلا این به عنوان یه اصله. چطور ممکنه شما به یه آبی سرما بدید یا در جربه پایین بیارید یخ نزنه و گرما بدید بالا نره؟ چرا ما فکر میکنیم اگر به مردم برگشتیم گفتیم شما احمقید، خرید، نفهمید، نادانید، نمیدونید، همه اینا میرن دنبال علم و فهم و دانش؟ اصلا باور نکردنیست، باور نکردنیست. اونم تازه انسانی که همچین مایهی داره که در 3 سالگیش معتقده من بدم، هر که من بگه تو بدی من دستشم میبوسم میگم درست میگی. بدبختی انسان از اونجاست عزیز. گفتم طبیعت و خلقت اصلا چه کرده با انسان؟ اونم تازه شما مثلا یه دختری وسط دو تا دختر دیگه، از بالای کسی به قدرتش، هوشش، مانوراش به شما فشار آورده، از پایین یکی دیگه. چرا میگم ساندویچ شدید؟ چرا جایگاه ما تو حتی ترتیب تولدمون مهمه؟ چرا یه بچه‌ای که داره پدر مادرش بزرگش کردن، دومی که میاد درب و داغون میشه، برای که دفعه میبینه یه کسی آمده همه چیز ازش گرفته، مادری که مال او بوده رو گرفته، حالا تمام مدت اونی که تو آغوش مادره، اونی که از مادر شیر میخوره. من اینجا برای خودم ایستادم تماشا میکنم. این همه حسادت و رقابت و میل به جنگ و ستیز از این واقعیت طبیعت در میاد و اینجا گرفتاری عزیز. و شما اومدید اینا رو بهش اضافه کردید. من در 29 سالگی پزشک شدم در ایران، آمدم در امریکا، امتحانا رو خوندم، میخوام امتحان بدم بعد برم متخصص بشم. من که کسی نیستم، من که اصلا چیزی نیستم. تصادفی زد و ما دیدیم که مدن در خونمون در میزنن، اینم دکترهای شما. بعدم آمدیم اینجا، رفتیم سر کلاس و دوربرمون رو نگاه کردیم، بعد من ای امتحانا رو هم تو گذروندی. خب آدم دلش خواهد شما رو کتک بزنه. آقای دکتر میدونیم من یه مشکلی آخه نداره دارم. نه من یه مشکلی دارم، اونم اینه که من با یه آدمی ازدواج کردم که همه چیزش خیلی خوب، همه چی رو بلده، همه چیزش خیلی خوبه، همه درسهاش خیلی خوب خونده. همینجا بیس هرس منو در نیار، همینجا بیس. حضرت اجل اشرف اکرم مکرم منور معظم، حالا بفرمایید، حالا دنبالش باز بگید. همون بازی رو در بردی. باور کنید من همون حسی که توی بچگی نسبت خواهر بزرگترم داشتم، که همیشه فکر می‌کردم اون از من باهوش‌تره، اون بیشتر بلده. خب هست که هست، همیشه تعریف اون بود. خانم دکتر، خانم دکتر، میدونم اینا رو عزیز دل. من یه روزی که بچه بودم وقتی من میگفتن برادر تو از تو باهوش داره، حرص میخوردم، ای بسا فکر میکردم بهتره که نباشه. حالا که بزرگ شدم افتخار میکنم که برادر من باهوشه و از من باهوش داره. افتخار منه. خواهر شما با عزیز من، خواهر شما از شما باهوشتر، افتخارته. همسر شما بسیار باهوش و خوب، افتخارته. تموم شد. چرا حالا با تو ناراحت میشی؟ نه این من مقای... احساس کم بودن میکنم، یعنی عجیب داستان در مقابل نفهمیدم. عزیز من، ما تو صبر کن عزیز دل. من در مقابل که کسی چون خوبه من باید احساس بدی بکنم؟ بابا ای والا. شما بشنوید یک کسی 5 تا اختراع کرده در پزشکی و 5 تا دارو یا 5 تا بیماری رو از بین برده، حالا شما هی بشین ار بزنید تو سر خودتون، واقعا اسم این درسته؟ شما باید افتخار کنید، خوشحال بشید که منم پزشکم، یه پزشکی تونست یه داروی رو کشف کنه برای یه بیماری. هورا. کی میخواید بزرگ بشید؟ شما که 29 ساله نیستید، 2 سال و 9 ماه. درسته، تمومش کنید هر زمانی که این ندا دارم. بله شما باعث افتخارتونی که شوهرتون این گونه است. بله اونم خوشحال خواهد شد که شما به او افتخار کنید و به آنچه که خودتون هستید افتخار کنید. بله مگر اون آدم که اینقدر باهوش خوبه فلانه احمقی که اومده شما رو گرفته؟ ممکن آقای شاید تشخیص من اشتباه افتاد. دقیقا معلومه اینجا اشتباه کرده، این آدم بیهوش کم عقلیه.
خیلی میبینید ممنونم آقای دکتر. مطمئنا باید ممنون باشید، برای که میدونی چرا عزیز، برای که اینا واقعیتن. من 50 سال در خودم رو برای این کارا میکشم، در حد صحبت و کلام. اصلا باور نمی کنم مردم این باور چیه. من میرم توی مهمونی میرم که بعد ما گناهکار اومدید، اصلا میخوام پاشم اون مردک رو خفه کنم. اوکی، روی سگ من امروز شما بالا آوردی تو. خیلی برای ممنونم خوشم آقای دکتر، واقعا خواهش خیلی ممنون. خواهش